من همین اکنون تلویزیون شما را میبینم، اما افسوس میگم به حال مسلمانی چون شما. چرا عزیزم؟ افسوستون در چیه؟ انتقادتون در کدوم نقطه؟ و افسوس خوردن شما نه دنیا تمام میشه نه کاری درست میشه. لیکن اگه انتقاد درستی بکنید، اگه درست بود میپذیریم، نه درست بود جوابتون میدیم. با نوه خوندن و افسوس خوندن کاری درست نمیشه. فکر نمی کنید تا هفتان در بین مسلمان تفرقه ایجاد میکنن؟ شما شب خیر هنوز خوابید. 40 سال پیش بنده به شما فکر میکردم، 40 سال 45 سال پیش به شما فکر میکردم. عمرم تو این راه گذاشتم، شب روز 40 ساله که در این راه مطالعه کردم، شکر خدا. تحقیقاتم، درسم، بررسیم همش در این مورد ها. شما که خوابید من نمی... به خودت مربوطه. لیکن بدون که بیداری چیز گرانبهایی است. مهم اینه که الان که وارد گفتگو شدید، این مذهب هیچ ربطی به آل بیت نداره. اگر میخوای دیدگاه بنده رو و دیدگاه جمهور مسلمانان بدونید، ویرانگری کتاب ویرانگری تشیع در اسلام رو بخون، اون موقع آگاه میشید. اگر از شکل شمایل بنده خوشت نمیاد، مثلا میخواید کس دیگه بخونید خیلی عالمتر، بهتر، داناتر که خونشو در این راه گذاشته، کتاب شیعه و اهل بیت رو بخون از علامه احسان الهی ظهیر، اون موقع میدونید تشیع یعنی چی.